ادامه گلبانگ تماشا میکنین و در بخش ورزشی قرار داریم. رامین خوش آمدی، صبح بخیر. صبح خودتون بخیر و سلام تقدیم میکنم خدمت تک تک از بیننده عزیز تلویزیون یک موتر از برنامه گلبانگ. حسنده و سلامت باشی. خب رامین جان، در نخواست در مورد لیست بازیکنان کرکت اگر به ما بگویی که دیروز اعلام شد، به نظرت این بازیکنایی که انتخاب میشه و قرار است که به مسابقات اعزام شوند کدام مسابقات خود بود؟ دیروز 15 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات 20 اوره جهان مقدماتی که افغانستان اگر بتونه در این مسابقات، یعنی جز 6 تیم برتر از جمله 16 تیم قرار بگیره، افغانستان و جام جهانی 20 اوره که دو بار دیگه هم سود کرده در این مسابقات سود میکنه. افغانستان به مسابقات 5 اوره کرکت سود کرده، یعنی مسجل شده. مسابقات مقدماتی است که 16 تیم در امارات شرکت دارن و افغانستان در این مسابقات حضور پیدا میکنه. در گروه بی مسابقات از افغانستان باید از رده اول تا ششم باید جایگاه خود را حفظ کنه تا بتونه مسابقات جام جهانی از این سود کنه. من اسامی بازیکن‌ها رو می‌خوانم که فکر کنم که تغییرات زیاد نامده در بازیکن‌ها. نبی ساخل که کپیتان افغانستان است، نوروز منگل، محمد شهزاد، گلبدین نایب، امید حسن، شاپور زدران، دولت خان، سمیع الله شینواری، میرویس، کریم صادق، نجیب الله زدان، افسر خان زازای، امزای اوتک، شفیق الله شفیق و نورعلی زدان ی جزء 15 بازیکن است که افغانستان با این بازیکن‌ها و مسابقات امارات متحده عربی میره تا بتونه اگر پیروز شه و بخیر پیروزان میشه و جام جهانی 20 اوره جهان سود کنه. میریم با هم روی تصویر معلومات بیشتر تماشا میکنیم. خب است، میریم گزارش با هم میبینیم. اسامی 15 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات راهیابی و جام جهانی 20 اوره دیروز اعلام شد. در این لیست 15 نفری نام های نبی ایساخیل، نوروز منگل، محمد شهزاد، گلبدین نایب، امید حسن، شاپور زدران، دولت خان، سمیع الله شینواری، میرویس، کریم صادق، نجیب الله زدران، افسر خان زازی، حمزه هوتک، شفیق الله شفیق و نورعلی زدران به چشم میخورد. این مسابقات از 15 تا 30 نوامبر در امارات متحده عربی با اشتراک 16 تیم برگزار میشود که تیم های اول تا ششم میتوانند جواز حضور در مسابقات جام جهانی 20 اوره را کسب کنند. گزارش با هم تماشا کردیم. ورامی، در مورد مسابقات پهلوانی بگو که امروز آغاز میشه و دیروز هم خودت به المپیک رفته بودی، چقدر پهلوان آمده بودن در وزن کشی؟ من دیروز رفته بودم المپیک ولی متاسفانه گادسه خیلی بد افتاد. یک تاکمه رسیدم، یک از بازیکنان را فکر میکنم از پهلوانی بود، تلاشی نداده بودن، فکر کنم باز چاقو در پیش بود، بازی فرار کرده بود، یک سه مرمی زده بودن. یعنی حتی خواستم گزارش زیر جور کنم، در شفاخانه ایمرجنسی بود، موفق نشدیم به خاطر اینکه هیچ کس اصلا نمیگفت، نه از حوزه 16 ام حاضر به گفتگو بود، نه از نگهبانای المپیک. او میگفت که پشت کامرا میگفتن، میگفت فورا المپیک سرش فایل کرده و وا میگفتن نه حوزه سرش مرمی زده. خب معلوم نبود چی گپ شده، ولی یک زمان میخوایم بگویم که واقعا ورزشکار اگر میخوای باشن ده. چرا در جیبشون چاقو باشه، چرا بوکس پنجه باشه؟ باور کنید بازی اتفاق ما در دان دروازه استاد شدم، تقریبا یکان ده دار پنجه بوکس و چاقو ایجاد بشن برامد. حالا هر سال این مسابقات پهلوانی به ایمه کلش خشونت، یعنی به ایمانا که وقتی مسابقات برگزار میشه کسایی که اشتراک میکنن، هنوز مسابقات شروع نشده، وزن کشی مسابقات است، اما ورزشکارا در بایکای خودن کلش چاقو کار. حتی یک سال فکر میکنم سکتا جنال در سال 1364 بوده چه رقم کشته شد دمی به خاطر این مسابقات پهلوانی بود. یعنی بسیار جالب است به ما که باید چی اگر مربوط المپیک میشه یا چی مربوط عراوزی میشن، یا باید المپیک رقم نظم باید بیاره که نباید ورزشکار که مثلا داخل المپیک میشن. دقیقاً، و به نظر من ورزش به خاطر صلح و دوستی است، نه به خاطر اینکه ما جنگ دوام داشته باشیم. مسابقات پهلوانی من امروز خواسته بودم سکرتا جنرال مسابقه فدراسیون پهلوانی را، من نمی‌فهمم چرا حاضر نشدن دیروز، بازم گفتن ما میایم، ولی من می‌خواستم پرسون کنم که چرا اول مسابقات زیاد برگزار نمیشد. در بسیار وقتا گفته که مسابقات به دلیل اهمیت نمیتونم. حالا اگه مسئله اهمیت باشه چرا دیگه فدراسیون مسابقات خود برگزار میکنن؟ و دیگه ای که چرا یک نظم نیست؟ اگر رئیس فدراسیون پهلوانی است، اگر چیز باید بشینن یک سمسی یک برنامه جور کنن و باید جلو از رو بگیرن. حالا وقت ورزش میکنه داخل المپیک، و دیروز ما داخل المپیک رفتم، حتی نزدیک می جیمنازیوم یک نفر دیگر از بایکش یک برشره کشیدن. بخی جالب بود، من سعی کردم رفتم مسابقات نیست، این کلش به خاطر بچم زدن آمدن، به خاطر چی آمدن؟ ما دیروز کل قفار جانم بود بس کردیم که ورزش که خشونت آمیز اصلا نباید رو نامش ورزش بانه، ولی ببینیم ورزش کارا رو که نباید این کارا رو کنن که مثلا چاقو در جیب خود بگردانه، بوکس پنجه و چیزا، خیلی حوادث ناگوار داره در بدن.
دیروز مسابقات وزنکشی بود، میخواستم سرش صحبت کنیم که مسابقات وزنکشی برگزار شد و ولایت‌ها زیاد شرکت کرده این مسابقات. امروز این مسابقات آغاز میشه و گزارش آماده ساختیم، اگر موافق باشیم برای تصویر ببینیم وزنکشی ازی و امروز مسابقات آغاز میشه. خوب است میریم گزارش با هم میبینیم، دوباره در استودیو با ما باشید. مسابقات پهلوانی انتخابی تیم ملی امروز در کابل آغاز می شود. این مسابقات با اشتراک ولایت‌های مختلف از امروز در کمیته ملی المپیک آغاز می شود که 3 روز ادامه می یابد و در اخیر 28 ورزشکار برتر به تیم ملی افغانستان در 7 رده وزنی برگزیده می شود. در این مسابقات نزدیک به 200 ورزشکار از باشگاه‌های آزاد و مؤسسات حضور دارند. هدفش گزینش ورزشکاران برتر به مسابقات آسیایی کره جنوبی قرار است تا 1 سال دیگر برگزار شود عنوان شده است. هدف ما انتخاب بهترین کشتیگران برای تیم ملی کشور می باشد که ما در سر تا سر کشور که ولایت که تیمای پهلوانی داشتن برشان مکتوب دادیم که شما ورزشکارایتان که وجود شرایط باشه شما روانشان میکنید در مسابقات اشتراک بکنند و کلاب های شهر کابل بیش از 52 کلاب در شهر کابل است، کلاب های آزاد و مؤسسات رسمی در مسابقات شرکت دارند. تمام پهلوانا دست به سلام داده و تمام مربی‌ها و تمام کلاب‌ها بسیار به های اتفاق خوبی را ایجاد کردیم. الحمدلله که امروز سیمک امروز وزیر کشی ما است که فرقه بخیر صد دو جم مسابقات تیم ملی به خاطر اعزام تیم کوریا تیم به کوریا قرنطین بشیم به خاطر مسابقات 2014 جهانی. گزارش با هم یک جا تماشا کردیم و رامین در مورد لیگ قهرمانان باشگاه اروپا اگر بگوی مسابقات مهمی که بود فکر کنم در بین تیم های آرسنال، دورتموند، میلان و بارسلونا بود. میشه این مورد بیشتر با ما معلومات بدین؟ دیشب مسابقات از گروه 5 تا 8 برگزار شد در لیگ قهرمانان اروپا که واقعا جذاب ترین مسابقات است و مسابقه که بین آرسنال و دورتموند بود از گروه ششم آرسنال باخت در میدان خود 2-1 به دورتموند که نایب قهرمان فصل لیگ قهرمانان اروپا بود سال گذشته و بارسلونا هم در سان سیرو 1-1 مساوی کرد مقابل حریف خود میلان و بارسلونا که دور است در این دور روزانه کلش امتیازی است، یعنی هر تیم یعنی زیاد تلاش ندارن به این که برد و باخت زیاد برشان خیر، اگر یک مساوی هم بگیرن میتونن که امتیازشان بالاتر برن، یک مساوی یک امتیاز داره و اگر ببره خیلی بهتر از 3 امتیاز میگیرن. در گروه پنجم شالکه 3-0 به چلسی باخت که واقعا تورس بعد از دیر وقتا 2 گل زد و 1 گل هم آدن آزارد زد. استفا بخارست 1-1 با بازل سویس مساوی کرد در گروه ششم. در گروه هفتم که آرسنال را گفتم باخت به دورتموند در میدان خود در ورزشگاه امارات لندن، ولی ناپولی 2-1 مارسی را شکست داد. در گروه هفتم زنیت سن پترزبورگ روسیه 1-0 پورتوی پرتغال را شکست داد و اتلتیکو مادرید هم 3-0 استراویانای اتریش شکست داد. اتلتیک مادرید خیلی قوی شده چون در رده لیگ لالیگا اسپانیا هم در رده دوم است، همین فصل همین هفته قبل باختن مسابقه خود ولی از رئال مادرید که بالا رفت یعنی در رده دوم جدول است. و در گروه هشتم که گروه مرگ است واقعا خیلی گروه قوی سیر همین تیم‌ها را که وقت قرعه کشی میشن بازم تیمایی که خیلی قوی باشه در گروه می بازی گروپ به نام گروپ مرگ میمونه، یعنی گروه مرگ از خودشون اینا معمول از فوتبال می خطرناک ترین گروه یعنی قوی ترین گروه این باز دم استایل فوتبال است در دنیا میگن. سلتیک 2-1 آژاکس برد که بارسلونا مساوی کرد. دیگه امشب مسابقات برگزار میشه که از مهمترینش ریال مادرید با یوونتوس داره که واقعا مسابقه جذاب است و منچستر سیتی باز اسکای مسکو داره که مسابقه ساعت 8 نیم شب شروع میشه و منچستر یونایتد هم با ریال سوسیداد داره، شاختار با بایر لورکوزن، کوپنهاگن با گالاتاسرای، بنفیکا با اولمپیاکو و در لشت بلژیک با پاریس سن ژرمن فرانسه مسابقه بسیار خوب. میایم بالای ورزش تنس که واقعا علاقه‌مندای زیاد داره، میشه این موضوعات یا رویدادات جدیدی که اگر رخ بده. تنس در بازل سوئیس هم شروع شده، مسابقات تنس در چی هم است در والنسیا اسپانیا. مسابقات والنسیا اسپانیا رو مثلا براتون گزارش یک از دور اولش شروع کرده بودم ولی تصویر از خود از این مسابقات نیست، تصویرشون با ما تصویری که فرستاده بود تصویر نتونستیم دانلود کنیم، اینو پیدا کنیم خیر فردا حتما وعده میدم که از این مسابقات و از مسابقات بازل هم ولی تصویرش از سال قبل انداختیم. در این تنس والنسیا شروع شد که تپساروویچ و فگنینی و باتیویستا، ترسونوف و یوژنی و بینیتیو جانویچ و المگرو تانستن حریف خود دور اول شکست بدن و امروز مسابقات شد دور دومش آغاز شد و از بازل سوئیس هم دور دومش شروع شد. بریم گزارش با هم میبینیم که در این تصویر جزئیات بیشتر ببینیم. مسابقات تنس 500 امتیازی والنسیا روز گذشته با پیروزی تورسنوف،
فوگنینی، روبرت باوتیستا و تفسارویچ آغاز شد. در دور نخستین مسابقات که از روز گذشته آغاز شده، پرسنوف روسی توانست در دو ست و با نتایج 6-4 و 6-1 مونتانیس را شکست دهد. فوگنینی با نتیجه 2-1 کلیزن سلواکیایی را در هم کوبید. باوتیستا هم با همین نتیجه از صد آندرسون عبور کرد و تفسارویچ سربستانی گرانولرس اسپانیایی را از پیش رو برداشت. قابل یادآوری است که در دیدارهای دیگر گارسیا لوپز و جانویچ مقابل فانا خود را میدان می‌گیرند. گزارش با هم تماشا کردیم و رامین جان جهان سپاس از اینکه تشریف آوردی. روز خوش. تشکر از